با درود به بینندگان و شنوندگان برنامه شبانه، آرتمیس اورا هستم، دبیرکل حزب رستاخیز ایرانگرایان و از بنیانگذاران جنبش رنسانس ایرانی. در این برنامه ما همیشه به مسائل سیاسی و مسائل روز ایران و جهان میپردازیم و در هفته گذشته مهمترین رویدادی که در تمام جهان شاید ازش سیاسی اتفاق افتاد و روی خیلی از کشورها به غیر از همین کشور هم اثر گذاشت، انتخابات آمریکا بود و خب خوشبختانه دیدیم که پرزیدنت ترامپ انتخاب شد برای بار دوم، علی‌رغم همه کارشکنی ها و دردسرهایی که در 4 سال گذشته تلاش کرده بودند برای پرزیدنت ترامپ درست بکنن، از دادگاه های گوناگون گرفته تا حتی تلاش برای ترور. ولی خب خوشبختانه با وجود تمام تقلب ها و یعنی دستکاری هایی که انجام شد، با اختلاف بسیار زیاد پرزیدنت ترامپ در انتخابات آمریکا برنده شد و امروز میخوایم درباره این انتخابات صحبت کنیم، اینکه چرا انتخابات آمریکا فقط مربوط به آمریکا نمیشه، چه تأثیری روی جهان هم داره و به ویژه از نظر ما ایرانی ها چرا این انتخابات مهمه و چرا ما 4 سال پیش همه تلاشمون رو میکردیم به هممیهنانمون بگیم به جای بایدن به ترامپ رأی بدن، که متاسفانه یک بخشی از هممیهنان متوجه این قضایا نبودن، ولی امروز در این انتخابات دست کم اونهایی که اون موقع اطلاعات زیادی نداشتن درباره تاثیر انتخابات آمریکا بر ایران، خوشبختانه به پرزیدنت ترامپ رأی دادن و دیدیم که به هر حال در یک تلاش جمعی مردم آمریکا به این نتیجه رسیدن که باید انتخابات رو درست انجام بدن برای اینکه زندگی اونها بدون شک از بالاترین تا پایین ترین درجه به سیاست گره خورده. امروز مهمان برنامه دکتر شاهین نژاد هستند، سخنگوی حزب رستاخیز ایرانگرایان و همچنین سخنگوی جنبش رنسانس ایرانی هستند. درود بر شما، یک درودی با بینندگان داشته باشیم تا وارد گفتگوی امروز بشیم. درود بر شما و درود بر همیهنان ارجمند. همچنان که اشاره کردید در پیوند با انتخابات امریکا، انتخابات امریکا مثل انتخابات فرانسه یا انتخابات کانادا یا انتخابات مثلا فرض کنید چک یا مجارستان نیست. انتخاباتی است که بسیار تاثیرگذار در سراسر غرب و حتی تاثیرات مستقیم داره در خاورمیانه و خاور دور، به ویژه این که تقریبا میشه گفت که دو قطب متضاد در انتخابات این دوره با هم رقابت میکردن. در سالهای مثلا دهه 80 حتی دهه 90 میلادی و پیش از اون حتما فاصله دو تا حزب رقیب، حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه، از نظر اندیشه سیاسی و برنامه هایی که برای کشور داشتند و برنامه هایی که برای جهان داشتند در حقیقت تفاوت خیلی چشمگیری نداشت. تفاوت های مقدار در مورد مسئله مالیات ها بود، یه مقدار راجع مسائل خانوادگی و نمیدونم هواداری یا مخالفت با سخت جنین بود، مسائلی بود که به جهان چندان ارتباط مستقیمی پیدا نمی کرد. ولی این بار در حقیقت رقابت میان دو حزب نبود، بلکه رقابت میان دو تا اندیشه کاملا متفاوت بود. یه اندیشه که می شود اسمش گذاشت اردوی ناسیونالیستا که ترامپ نمایندهش بود و اردوی گلوبالیستا که هریس رو فرستاده بودن به عنوان رقیب در انتخابات، هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه سیاست خارجی، هم در زمینه مسائل اجتماعی مثل امنیت کشور، مثل مواد مخدر، مثل مسئله گروه های ویژه مثل LGBT، توی دامنه حتی مسائل خانوادگی و آموزشی و مدارس هم شما این اختلاف دیدگاه های خیلی خیلی ژرف رو میدیدی. بنابراین در حقیقت دو نگاه تقریبا متضاد در امریکا با هم رقابت کردند و خوشبختانه نه تنها ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری شد، بلکه همزمان هواداران او تونستن اکثریت سنا رو به دست بیارن، اکثریت خیلی قوی در سنا و یه اکثریت نسبتا خوب در مجلس نمایندگان.
یعنی الان ترامپ و هوادارانش هم کاخ سفید رو، هم مجلس سنا رو، هم مجلس نمایندگان رو در اختیار دارن و هم سوپریم کورت یا همون دیوان عالی کشور در امریکا که مفسر و به اصطلاح فرانگر اجرای قانون اساسی در امریکاست. و این به ترامپ این توانایی رو میده که تو این 4 سال بدون هیچ مانع درشتی تا جایی که میتونه برنامه هاشو که برنامه خیلی خوبی هم بوده پیاده کنه و این یک فرصت طلایی است به نظرم. اینجا یک موضوعی که مطرح هست اینه که در واقع آنچه که موجب شده بود آمریکا، جامعه آمریکا در کل سیستم اداری و دولت به یک چنین فساد عمیقی برسه که امروزه داره از هر گوشه‌ای یک بخش از فسادهای دولت یا فسادهای به اصطلاح آنچه که بهش میگیم دیپ استیت در واقع مطرح میشه، میخوایم ببینیم که چگونه روند در پشت پرده چی بوده و چه اهدافی دنبال میشده در آمریکا تا این انتخابات. اون چیزی که ازش به نام دیپ استیت یاد میکنن یا همون سران محافل گلوبالیستی بوده از پس از جنگ دوم جهانی خیلی خفیف در موردش اینجا اونجا سخنانی گفته میشد، ولی خب این نهاد اول انقدر زورمند نبود، به مرور توان خیلی بالایی پیدا کرد و طوری که در اداره تازه عملا یک کتاز تمام فعالیت های اقتصادی کلان شد. هالیوود رو کاملا در اختیار داشت، سلبریتی ها، صنعت موسیقی کاملا افتاده بودن به دستش، از همه مهمتر سیستم آموزشی رو در امریکا قبضه کرده بود، علوم انسانی رو در دانشگاه ها در دست خودش گرفته بود. شما واقعا باید بگردید با پنس و میکروسکوپ بتونید مثلا یه استادی رو پیدا کنید در دانشگاه امریکا که چپ نیست، گلوبالیست نیست. و کار رو به جایی رسوندن که امروز واقعا سیستم آموزشی این کشور یه سیستمی است که میکوشه آدم مغز باخته و آدم کاملا تحت تاثیر قرار گرفته از این محافل گلوبالیستی رو بیرون بده و ارتباط درستی رو با جهان واقعیت برای اینها برقرار نمیکنه. یعنی طرف فارغ التحصیل میشه از دانشگاه و بعد حرفایی میزنه، چیزایی میگه که شما تصورت هست که یک بچه که حتی در دبستان رو پشت سر گذاشته باشه باید اینقدر شعور داشته باشه تا مطالب رو بفهمه. این دیپ استیت برای من خیلی اساسی و بنیادی کار کرده، از آموزش پرورش بگیرید تا حالا نوجوانانی که تحت تاثیر فلان خواننده قرار میگیرن، فلان هنرپیشه بهشون خط میده، کورپوریشن هایی که ترانزکشن ها و کنش های بزرگ مالی در اختیار دارن. فراموش نکنیم بزرگترین اهدا کنندگان کمک های مالی به کمپین دموکرات ها تو این سالها همه این کورپوریشن ها یا میلیاردرهایی هستن که از دموکرات مدعی است میخواد به قدرت برسه که دست اینا رو کوتاه کنه. ولی وقتی آش خیلی شور میشه شما یک واکنش نیرومند و از سوی جامعه میبینید. آش خیلی در امریکا شور شد، یعنی یه دفعه تو 4 سال گذشته اتفاقاتی افتاد که به قول انگلیسی زبان ها کامن سنس رو هم رد میکرد، یعنی یه چیزی منطق خیلی ساده رو هم زیر سوال میبرد. رفتارهایی که انجام میدادن در ارتباط با بچه ها در مدارس، رفتارهایی که انجام میدادن در ارتباط با دادن پولای هنگفت به مثلا اوکراین در حالی که خود امریکا چندین حادثه بزرگ داشت، مسائل آتش سوزی بود، سیل بود، طوفان بود در چند ایالت، زندگی های خیلی خراب شد و بعد کمک های دولت فدرال به اینها مثلا در حد واقعا جوک بود، در حالی که صدها میلیارد دلار برای اوکراین کمک فرستادن که البته نام اوکراین بود ولی بخش بزرگش اصلا به اوکراین نرسید و ظاهرا پیمانکارهای پنتاگون ازش بهره مند شدن و پولای هنگفتی به جیب زدن. 31 تریلیون دلار بدهی دولت امریکا امروز به فدرال رزرو، یعنی در حقیقت اسکناس چاپ کردن بدون پشتوانه و ریختن توی دست مردم. نتیجهش چی بوده؟ نتیجهش این بوده که کسی که 100 دلاری دستش بوده 4 سال پیش امروز قدرت خریدش بیشتر از 35 40 دلار نیست. یک تورم وحشتناک امریکا رو فرا گرفت و اصولا انقدر قطار از ریل خارج شد
که کسانی که به طور سنتی هم به دموکرات ها و به کاندیداهای دیپ استیت یا گلوبالیست رأی میدادن، هم اونا پشت کردن به اون حزب و اون جریان. برای نمونه تو انتخابات گذشته 46% جمعیت لاتینو، یعنی اهالی که تبارشون از امریکای مرکزی یا امریکای جنوبی است در امریکا، 46% اینا رأی دادن به ترامپ، یعنی نزدیک به نصف، نزدیک به نیمی از اینا رأی دادن به ترامپ، در حالی که به طور سنتی اینا رأی دهندگان مثل دموکرات بودن. مردان سیاه‌پوست 21% به ترامپ رأی دادن، قبلا این چیزی بود 7-8% بود. در میان 18 تا 30 ساله ها 18 تا 30 ساله های پسر ترامپ اکثریت رو برد. این برای اولین بار در تاریخ امریکاست که نماینده جمهوری خواه 18 تا 30 ساله ها رو که قاعدتا افراد باید لیبرال و چپ باشن تو سنین پایین رو برد. در میان دخترها نبرد، ولی نزدیک 46-7% رو برد، یعنی نزدیک به نیم. اینها نشون میده که شما میتوانید به همه همیشه دروغ بگی؟ نه، نمیتونی. میتونی به برخی همیشه دروغ بگی و میتونی به همه برای یه مدت دروغ بگی، ولی بالاخره یه جایی افراد نگاه میکنن، زندگیشون رو میبینن، میبینن که وضعیت به کجا رسیده، کشور داره به چه سو میره، و اونجا فارغ از اینکه به طور سنتی دموکرات رأی میدادن یا جمهوری خواه، میان و نگاه میکنن، میگن کشور داره به طرف سقوط مطلق میره، باید طرح نوعی در انداخت. و ترامپ هم 4 سال پیشینه داشت، ترامپ از توی یک قوطی در بسته بیرون نیامده بود، 4 سال عملکردش رو دیده بودن و میدونستن که آدمی است که آنچه که میگه به دنبال عمل کردن بمونه، و تیم قوی با خودش آورده. ببینید، افراد همیشه میان توی کمپینی، توی اردویی که بیان از اونجا یه اعتبار بگیرن، بعدا برای آیندهشون پست و مقام بگیرن، ولی در تیم ترامپ کسایی که جمع شده بودن اتفاقا اومدن اعتبار بیشتری دادن به این اردوگاه. رابرت کندی جونیور کم آدمی نبود که از حزب دموکرات کند اومد سراغ ترامپ. تالسی گوبارد کم آدمی نیست، او هم از حزب دموکرات کند اومد. تاکر کارسون بهترین ژورنالیستی است که ما الان در امریکا داریم، یه آدم بسیار عمیق و خوشفکری است. ایلان ماسک خودش یه قطبه، یعنی یه عده‌ای به خاطر ایلان ماسک به ترامپ رأی دادن. معاونش جی دی ونس آدم برجسته است، توی مناظرش با معاون به اصطلاح هریس هم نشون داد که تفاوت از زمین تا آسمانه. جوانانی که آمدن که کارآفرین بودن و خود ساخته بودن مثل ویوک رامزوابی، اینا کسایی بودن که آمدن به یه چیزی افسودن به کمپین ترامپ، در حالی که در اون طرف قضیه گلوبالیستا وقتی هریس رو آوردن اولین مشکل این بود که این خانم از کجا رأی آورده، چون برای همینانی که نمیدونن دو تا حزب بین خودشون یه انتخابات درونی انجام میدن در کشور، و اونا که برگزیده میشن میان برای انتخابات اصلی. خب خانم هریس در انتخابات دوره نخست داخل حزب دموکرات در امریکا بین 9 نفر نهم شد، یک دونه ایالت هم نتونست ببره، نتونست حتی یه الکترات در میان خودشون بگیره. خب الکترون که نگرفته، رأی که نیورده، بین 9 نفر هم نهم شده، ایشون کردن کاندید حزبی که اسمش حزب دموکراته، یعنی خودش دور زده همه چیز رو، بعد ایشون گذاشتن کاندید، بعد کسی که بوده به عنوان معاونش بیشتر رفتارش به دلغک میمونه، و بعد مردم امریکا واقعا کلافه شدن از دروغ. واقعا دروغ چیزیست که دفعه پیشم میگفتن، ولی دفعه پیش بخاطر سانسوری که 4 سال پیش اعمال شد از سوی رسانه ها نذاشتن خبرها بیاد بیرون، ولی این دفعه سانسور اعمال نشد و خبرها بیرون می آمد. مثلا خانم هریس می آمد گفت من خیلی زحمتکش بودم، من خودم طبقه پایین بودم، من تو مکدونالد کار می کردم، در که مکدونالد اعلام کرد حتی ما 1 ساعت کسی به نام کامالا هریس نداشتیم به عنوان کارگرمون، دروغ می کرد. معاونش آقای والز اومد گفت که من سابقه مبارزاتی دارم، با دانشجوها تو میدان تیانیانمن داشتم با دیکتاتوری چین می جنگیدم 1989. بعد مشخص شد اولین ورود ایشون به کشور چین 1 سال پس از تیانیان منه، یعنی اولین بار که پاش به چین رسیده بعد از رخداد تیانیان منه. دروغ می گفت، آمد گفت من در عراق و افغانستان جنگیدم، ولی برای امریکا دیگه نمیخوام جنگنده باشم، میخوام یک صلحجو باشم. بعد در اومد که اصلا ایشون پاش و افغانستان و عراق نرسیده، وقتی احضار شده برای اینکه گسیلش کنن به افغانستان یا عراق،
استعفا کردی، گفته من نمیرم، ولی به دروغ میگه من اونجا رفتم جنگم کردم، حالا برای صلح اومدم امریکا. این دروغا همیشه گفته میشد ولی این دفعه آشکار شد، چون دفعات پیش سانسور شدیدی اعمال میشد، مخصوصا 4 سال پیش که اصلا دست و پای ترامپ رو بریدن. این دفعه من فکر کنم یه مقدار زیادیش مدیون ایلان ماسک بود که توییتر رو باز نگه داشت، و یکی دیگه که اصلا نباید دست کم گرفت پادکسترهایی بودن که دیدن وقتی شبکه های تلویزیونی دارن سانسور میکنن، پادکسترهای مستقل هم بودن، اومدن و مصاحبه کردن با ترامپ، مصاحبه کردن با ایلان ماسک، با دیگران آوردن، و اینا اصلا یک روشنایی پاشیدن به محیط پیرامون که آقا چه خبره. و اگه ترامپ 2016 انتخابات رو برد برای اینکه در توییتر تونست حرفاشو بزنه در حالی که تلویزیون ها میکوبیدنش، در 2024 تونست ببره برای اینکه افسونه بر شبکه های اجتماعی که آزاد در اختیارش بود و در اختیار هوادارانش بود، پادکستران که الان یه قطبی شدن توی اثرگذاری در جامعه، خیلی هاشون برای دلسوزی که برای وضعیت کنونی داشتن و دلشون برای کشورشون میسوخت، بالو پری دادن به ترامپ و هوادارانش، و همچنان که دیدید با یه فاصله چشمگیر برنده شد. امروز تعداد الکترال نهایی شد، ترامپ 312 تا آورد و کامالا هریس 226 تا، یعنی حدود مثلا نزدیک 90 تا فاصله. و جالبه که 7 تا استیتی که بهش میگفتن سوینگ استیت، 7 تا ایالتی که میگفتن حالا بعضی وقتا اینا میبرن بعضی وقتا اون طرف میبره، هر 7 تا رو ترامپ برد. سنا هم با اختلاف بردن، یعنی اکثریتی دارن که حتی 2-3 تاشون اگه غایب باشن باز هم سنا در اختیارشونه. و اینها همه نشون میده که مردم به یک روی کرده اشتباه پشت کردن. نکته خیلی خیلی به نظر من ارزشمندی که اینجا بود، عموم مردم نشون دادن که به اندازه یک پول سیاه هم نظر سلبریتی های سودجو براشون ارزش نداره. کاملا هریس به جای که بیاد برنامه بگه، بگی من میخوام چه کار کنم چه کار نکنم، یا به ترامپ بد و بیرون میگفت، یا خواننده و رقاص به خودش برمی داشت میورد به همین ایالت هایی که میخواست ایالت ها رو ببره، جنیفر لوپز، نمیدونم تیلور سویفت، بیانسه، لیدی گاگا، اینا کسایی بودن که بودن تو برنامه هاش. حالا مشخص شده پولای هنگفتم گرفتن، یعنی هیچ کنون از اینا عاشق چشاب روی خانم نبودن. 1 میلیارد دلار تا روز پیش از انتخابات کمپین هریس خرج کرده بود، 1 میلیارد دلار برای هریس و برای سنا و مجلس، 3.3 برابر پولی که برای ترامپ خرج شده بود. 1 میلیارد دلار در برابر 300 میلیون دلار. جالب اینه، اینم خیلی نکته بامزه است، روز پیش از انتخابات 20 میلیون دلار خانم هریس کمپینش بدهکار شده برای اینکه چندین کنسرت رو با همین خواننده های در و داغون برگزار کرده بودن، خواننده ها پولشون رو گرفتن و نتونستن براش رای جمع کنن و برای اونها هم اثرات وارونه داشته، مردم بهشون پشت کردن، بسیار از قراردادهای این خواننده ها کنسل شده. این مردم نشون میدن وقتی مسئله زندگیشونه، خانوادهشونه، اقتصادشونه، امنیتشونه، اینها با یه حرف یه خواننده و رقاص و عرض کنم خدمتون مطرب، من میگم مطرب به موسیقیدانا توهین نشه، موسیقیدانا آدم های بسیار ارزشمندی هستند، نوازندگان آدم های خیلی ارزشمندی هستند، مطرب کسی است که چیپه، کسی که واسه پول خودشو میفروشه، فکرشو میفروشه، خوش خدمتی میکنه. و امریکایی تو این زمینه قشن نشون دادن که گذشت آن زمانی که آنسان گذشت. یه نکته دیگه که در این انتخابات خیلی به چشم اومد این بود که دقیقا کسانی که بهشون به نوعی ماینوریتی های جامعه میگفتن، سیاهان، لاتینوها، هندیا، حالا مثلا ایرانی ها و افراد این چنینی که دموکرات ها همیشه ادعای دنبال حقوق اینها بودن رو داشتن، دیدیم که اصلا نیمدن دوروبر در واقع کمپین انتخاباتی هریس. یعنی ریزش خیلی گسترده‌ای بود در کسانی که
چپی ها، فمینیست ها، نمیدونم افرادی که دنبال حقوق مثلا سیاهان هستن، حقوق نمیدونم لاتینوها هستن، کسانی که اینجوری ادعا میکردن در حزب دموکرات. و البته ما در طول تاریخ هم دیدیم هر کس هر زمان ادعای قشر ضعیف یا ماینوریتی به اصطلاح جامعه رو کرده، دقیقا کارهایی که کرده برخلاف منافع همین قشر ضعیفتر، ناتوانتر یا کم شمارتر در جامعه بوده. و دیدیم که برخلاف تصوری که اینا داشتن، یعنی اون شستشوی مغزی که داشتن برای دهه ها میدادن، و ما دیدیم که در ماجرای بلک لایوز ماتر اینا چه ماجرای شارلاتان بازی را انداختن که دارن سیاهان رو در امریکا میکشن، در حالی که عملا آمار راستین این بود که کمتر از 1% سیاه پوستان در آمریکا به دست سفیدها کشته میشن، در حالی که 10% سفیدها به دست سیاهان در امریکا کشته میشن. یعنی آماری که 10 برابرش صدق میکرد، اومده بودن اون زیر 1% رو گرفته بودن، کرده بودن پیرن اسمون. و اون ماجراهایی که دیدیم در زمان انتخابات ترامپ در دوره پیشین انجام دادن، و اون ماجراهایی که دیدیم که جمع شده بودن دم در واقع کاخ سفید و کنگره، و اون ماجراهایی که دیدیم رقم زدن به عنوان شورشگر، خواستن از مردم عادی یاد بکنن به عنوان اغتشاشگر که حمله کردن مثلا به کنگره و این حرفا. دیدیم دقیقا تمام ادعاهایی که کردن ریزش بسیار وسیعی بین همون افراد از حزب دموکرات روی داد. این نشونگر چیست و برای ایران ما چه درسی داره برای آینده؟ در امریکا آن چیزی که به طور سنتی انجام می شد این بود که سیاها و لاتینوها و یهودیها و مسلمونها باید برن به دموکرات ها رأی بدن. اینا وقتی وارد این کشور شدن تو این دهه های گذشته گفتن خب کدوم حزب مثلا برای ما فرش قرمز میندازه، کدوم به ما امکانات میده، کدوم ما رو بازی میده، کدوم به ما کمک مالی میرسونه. گفتن حزب دموکرات. خب بریم حزب دموکرات رأی بدیم. حزب دموکرات نردبون درست میکرد از اینها، میرفت بالا و بعد اینا نگاه میکردن میدیدن که برای امکانات برایشون فراهم میشه و دلیل نداره برن سراغ جمهوری خواه. تو سالهای گذشته جمهوری خواه میانشون یه شکاف بزرگ افتاد، یه جریان پاپولیستی، پاپولیستی که میگن منظور جریان مردمی است، یه جریان مردمی از دل جمهوری خواه اومد بیرون که نمایندش دونالد ترامپ بود. او با حزب جمهوری خواه هم در افتاد. در حقیقت اینگونه نیست که حزب دموکرات گلوبالیستن، حزب جمهوری خواه همه ناسیونالیستن. در حزب جمهوری خواه هم گلوبالیست حضور دارن که ترامپ با اینا در افتاد و تا جایی که میتونستن بهش ضربه زدن. خانواده چینی، دیک چینی و دخترش که سناتور بود قبلا، لیز چینی، با ترامپ دشمنی کردن. میت رامنی که سناتور معروفی بود، خودش یه موقعی کاندیدای جمهوری خواه بود در انتقاد ریاست جمهوری، رقابت کرد با اوباما، او علیه ترامپ بود. کسانی مثل پومپئو، مثل مایک پنس، مثل جف بار که تو ادمنستریشن، تو کابینه نخست ترامپ باش همراهی کردن، همه بهش ضربه زدن، بهش پشت کردن. ترامپ درسش رو یاد گرفت و بیرون از اون جریان استبلیشمنت به اصطلاح حزب جمهوری خواه شروع کرد یارگیری و اتفاقا خیلی خیلی تقویتش کرد. این یه توانمندسازی برای ترامپ بود، آدم های حسابی دورش جمع شدن. حالا همون لاتینوها، همون سیاها، همون به اصطلاح آسیایی ها، همون یهودی ها، همون مسلمان های نگاهی کردن که ما برای چی میریم رئیس جمهور یا سنا یا مجلس انتخاب میکنیم؟ برای اینکه ببینیم وضع کشور بهتره، وضع ما بهتره، زندگی بهتری داریم. آیا الان با دموکرات ها زندگیمون بهتره یا باید با ترامپ حرکت کنیم؟ ترامپ وعده چی میده؟ وعده به درست، نه وعده سر خرمن، اقتصاد بهتر. خب دارم نگاه میکنم وضعیت الان اسفباره در امریکا. برای همینانی که در امریکا زندگی میکنن میدونن وضعیت اقتصادی چطوره و تورم چجوریه. وضعیت آموزشی دارن میبینن که به فضاحت کشیده شده. وضعیت اجتماعی دارن میبینن که همه چی جوک شده ها.
پول میده دولت برای اینکه مثلا این فلان شخصی که مرده میخواد حامله بشه بره عمل کنه، مثلا باردار بشه، نمیدونم ترغیب میکنن، تشویق میکنن بچه های مدارس رو که شما اگه فکر میکنین پسر نیستین، دختری یا دختر نیستین پسرین، بیاین تغییر جنسیت بدین، پول عملش رو ما میدیم. یه اتفاقات عجیب غریبی که اصلا تو زندگیشون نیده بودن. بعد مرزهای جنوبی باز چند میلیون نفر اومدن که اینا کافی درس کوچیکشون خلافکار باشن که هستن، قتل انجام دادن، تجاوز انجام دادن، سرقت انجام دادن، دل دزدی انجام دادن. طرف میگه من چرا باید به دولتی رأی بدم که مرز رو باز میذاره و این بلا رو سر من میاره؟ در کنار این مرز باز فقط آدمای خلافکار نمیان، مواد مخدر وحشتناک وارد امریکا شده. من خودم شخصا سه تا خانواده ایرانی میشناسم که بچه هاشون از دست دادن واسه آوردوز مواد مخدر، از خانواده های خوب، بچه های خوب، ولی بچه کم سن و سال بی تجربه 20 ساله، 21 ساله، 22 ساله افتاده تو این کار و نابود شد. کی مسبب این بود تو این مدت؟ خب اینا رو دارم میبینم، اینا با زندگی عادی من رو دارم، برای من سیاه میگه اصلا برای من مهم نیست هر سیاه یا سیاه نیست، لاتینو میگه برای من مهم نیست که این میگه که من مادرم نمیدونم هندیه یا هند نیست یا آسیایی هم همینطور. زندگی بهتر من با دولتی است که به طور منطقی و خردمندانه دنبال این است که وضعیت رو درست کنه. از نظر آماری هم خدمتون بگم همیشه با فاصله بسیار زیاد دموکرات ها به اصطلاح اقلیت های تباری رو در امریکا می بردن، ولی این دفعه فاصله کم شد، نه اینکه ترامپ برده باشه اینا رو، فاصله کم شد. مثلا ترامپ در زمینه مردان لاتینو، یعنی مردانی که تبار امریکای مرکزی، امریکای جنوبی دارن که حدود 18% جمعیت امریکا لاتینو هستند، تو مردان لاتینو برای اولین بار شکست داد حزب دموکراتو و اکثریت رو گرفت. تو امریکا تو این مدت با که من پیگیر بودم چیزی نبوده. تو زنان لاتینو نتونست اکثریت رو بیاره ولی خیلی بهتر از دورای پیش بود. در میانگین مرد و زن 46% لاتینو ها به ترامپ رای دادن که رکورد افسانه ای است. مطمئن باشید 4 سال دیگه این 46 تبدیل به 56 60 خواهد شد. مردان سیاه 21% به ترامپ رای دادن، حالا هموطنان میگن خب 21% که زیاد نیست، ولی اصلا ریپابلیکن ها 7 8 درصد بیشتر رای نمی آوردن، یعنی 3 برابر مردان سیاه بیشتر رای دادن به ترامپ نسبت به دورای پیش که به مثلا کاندیدای جمهوری خواه میدادن. مسلمان ها که خیلی از هموطنان ممکن تصور کنن که خیلی دشمنی با ترامپ کردن، اگر اشتباه نکنم 37% به ترامپ رای دادن. و مسلمان کسی است در امریکا که خودش خوش مسلمان معرفی میکنه، یعنی الان مایی که ایرانی هستیم و مسلمان زاده بودیم جزء آمار مسلمان ها حساب نمیشیم. کسی که خودش مسلمان میدونه 37% به ترامپ رای دادن، اندکی بیش از 1/3. دورای پیش شاید زیر 20% بوده. آسیایی ها 43-44% رای دادن. آسیایی ها هم شامل شرق آسیا میشه هم هندی پاکستانی ها. 43-44% خیلی خوبه، نزدیک به نیمه. میخوام بگم که غیر از مردان لاتینو که ترامپ برد، ولی بقیه رو باخت، ولی نسبت به جمعیتی که بهش رای میدن دورای قبلی خیلی بیشتر رای برد. خب جمعیت سفید رو هم که ترامپ برد. جالبه در مورد یهودی هم خدمتون بگم، جامعه یهودی امریکا جامعه بزرگی است. جمعیت یهودی در امریکا اگه اشتباه نکنم 8 میلیونه، فکر میکنم درسته 8 میلیونه، یعنی تعداد یهودی امریکا از یهودی اسرائیل بیشتره، چون اسرائیل 9 میلیون جمعیت داره، 2,200,000 تاش مسلمان هم یه حدود 200,000 تا هم دروزی داره. جمعیت یهودیش حد اکثر 7 میلیونه، در حالی که در امریکا 8 میلیون یهودی است. اینا همیشه 70-75% رای میدادن به حزب دموکرات. این دفعه بازم اکثرشون حزب دموکرات رای داده، ولی اکثر خیلی شکننده شده، یعنی شده 56% در برابر 44% ترامپ. میخوام بگم روند به گونه‌ای بوده که مردم دیگه به جای که بگن ما یک محفلی هستیم که همیشه به فلانی رای میدادیم، حالا میگن نه، من نگاه میکنم وضعیت چطوره، اوضاع زندگیم چطوره و این کشور داره به کجا میره، فارغ از اینکه من یهودی ام، مسلمان ام، سیاه ام، لاتینو ام، عرض کنم خدمتتون، یا آسیایی هستم یا زن هستم، مرد هستم، نمیدونم، دوباره کسی که برنامه داره. برای همین این پیروزی درخشان برای ترامپ
هنوز توسط محافل گلوبالیستی و ابزارشون این حزب دموکرات در امریکا هضم نشده، هنوز نمیدونن چه اتفاقی افتاده، ولی متوجه شدن که به هر حال همیشه جامعه تا یه اندازه تحمل میکنه، وقتی آش خیلی شور میشه واکنش نشون میده. نکته که اینجا هست اینه که دقیقا این موضوعی است که ما در سراسر جهان داریم میبینیم، یعنی این که بیداری های ملی داره علیه جریانات گلوبالیسم ایجاد میشه و مردم جهان برعکس اون چیزی که در جریان بود، همیشه می اومدن می گفتن نمیدونم ما مدافع حقوق زنانیم، ما مدافع حقوق دگرباشانیم، ما مدافع حقوق، یعنی جریانات گلوبالیستی ادعاشون این بود. دقیقا داریم می بینیم که این اتفاق دقیقا کپی برابر اصلش در انگار اروپا و در کشورهای دیگر دنیا هم در حال تکراره، یعنی همین آش شوری که در اینجا هست شما در اروپا میبینید، دولتهای اروپایی کاملا خلاف منافع ملیشون دارن گام بر میدارن به خاطر منافع گلوبالیستا و چپ ها و لیبرال ها. میبینیم که در مرزها رو هم در اروپا همین گونه این آمریکا باز کردن، همینطوری گله گله از شمال آفریقا، از خاورمیانه، همینطور مسلمون و کشورهایی از یعنی افرادی از کشورهای جهان سوم، ولی بدترین نوع افراد کشورهای جهان سوم در واقع دارن سرازیر میشن به اروپا و شدن در این سالها، و میبینیم که اصلا زندگی اروپایی دیگه نه آرامش داره، نه امنیت داره، نه اقتصاد درخشان و شکوفا داره، نه کشورها دیگه به کشورهای واقعی شبیه هستن. شما هنگامی که 40-45 سال پیش، 50 سال پیش وارد یک کشور اروپایی میشدی، شما کاملا با یک کشور اروپایی واقعی مواجه بودی، با همون فرهنگ اروپایی، با همون غذاهای اروپایی، با همون سیستم لباس پوشیدن، حرف زدن، رفتار اجتماعی اروپایی که انتظار داشتید در یک کشور توسعه یافته به اصطلاح متمدن اروپایی ببینید. متاسفانه امروز هر کس وارد اروپا میشه اینو، مگر دیگه واقعا کسی در حد آیکیوی سندروم دان باشه که متوجه نشه که اروپا دیگه اصلا اروپا نیست، یعنی شما وارد اروپا میشید رد پایی حتی از فرهنگ اروپایی نمیبینید، لباس پوشیدن اروپایی ها رو نمیبینید، مردم اروپایی، چهره های اروپایی رو دیگه نمیبینید، قوانین اجتماعی و قانونمندی و نظافتی که در اروپا بود، تمیزی خیابونها رو دیگه نمی بینید، امنیتی اصلا در اروپا نمی بینید و کشورهای اروپایی از هویت ملیشون خالی شدن، از تمدن اروپاییشون، از فرهنگ اروپاییشون خارج شدن، و دقیقا همین اتفاقی که در امریکا در شهرهای بزرگ میبینید در اروپا در شهرهای بزرگ، در شهرهای متوسط، حتی دیگه داره به شهرهای کوچیک هم میرسه، و متاسفانه دقیقا همین کپی که در امریکا گلوبالیستا انجام دادن در اروپا هم انجام دادن، و این روند بیداری رو هم در اروپا میبینیم. حالا من از شما میخوام به این موضوع هم بپردازید که روند انتخابات آمریکا در اروپا روی اروپا چه خواهد بود، و در همین چند روزه‌ای که از انتخابات آمریکا گذشته و پرزیدنت ترامپ اومده اهدافش رو برای آینده آمریکا در این 4 سال از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی داره در میون میذاره و وایس پرزیدنتش به اصطلاح داره در میون میذاره، تأثیرش چه بوده در این مدت در اروپا؟ آن چیزی که در امریکا انجام شد به شدت از نظر روحی و روانی اثر میذاره روی اروپایی‌ها. اروپای شرقی خب تکلیفش اندازه زیادی روشنه، اروپای شرقی وارد این ابتذالی که اروپای غربی خودش رو گرفتارش کرده نشده، ولی اروپای غربی مطمئنا نیروهای اونجا الان روحیه گرفتن، چه کسانی که در مستر کار بودن مثلا اوربان در مجارستان، مثل رهبر لهستان که اسمش خاطرم نیست، مثل خانم میلی در ایتالیا، میلانی در ایتالیا، مثل و کسانی که در رأس قدرت نیستن ولی شانس اومدن سر قدرت دارن، مثل خانم لوپن در فرانسه، مثل آقای ناجل فرانج در انگلیس،
از کسایی که در سر قدرت هستن، از نخست وزیر هلند هم میشه یاد کرد. به هر حال اروپایی ها اونایی که در سر قدرتن راستگرا با اومدن ترامپ انرژی دوچندان گرفتن، و اونایی که نیستن شانس بردشون در انتخابات آینده خیلی بیشتر میشه، برای اینکه غرب یک در حقیقت زنجیره به هم پیوسته است. تاثیرات سیاسی خیلی شگرف روی هم دیگه، به ویژه امریکا به عنوان اون قدرت اقتصادی، قدرت نظامی که به نوعی برشش در اروپا خیلی پررنگه و غرب اروپا تحت تاثیر قرار میده. اروپایی ها شاید یه مقدار برشون دیر شده باشه، شاید خیلی بد گرفتار شده باشن. الان نخستین پس لرزه گزینش ترامپ در آلمان دیده شد که حزب ائتلافی آلمان سقوط کرد، یا حزبی که آلمان رو به این مرحله رسوند، کشور صنعتی که مورد رشک و حسد خیلی از کشورهای جهان بود، به وضعیتی رسیده که الان تولید نداره، وضعیتش خرابه، آن چیزی که تولید میکرده به بیرون آلمان رفته، روشن خورده، کشور عملا اشغال شده خارجی هاست. خارجی هایی که اومدن چیزی به خودشون اضافه نکردن عموما، بلکه در یک عدم تجانس و هماهنگی با جامعه آلمان و ارزش هایی که در جامعه آلمان بوده، اصلا یه چیز دیگه انجا انجام دادن. من از واژه دست دسته اومدن مهاجرا استفاده کنم به جای گله گله، علتش اینه که من دلم برای اینا میسوزه. خیلی از کسایی که از خاورمیانه یا شمال افریقا یا افغانستان، پاکستان، نمیدونم هند، جاهای دیگه اومدن به اروپا، خب خیلیشون اومدن به خاطر اقتصاد بهتر، اومدن دنبال زندگی بهتر، خیلیشون از امنیت، به خاطر امنیت اومدن. یعنی جنگایی که خود گلوبالیستا را انداختن، سوریه رو به خاک و خون کشیدن، عراق رو خراب کردن، لیبی رو داغون کردن، افغانستان رو چندین بار دست به دست کردن، باعث مهاجرت میلیون ها مهاجر شد اومدن به اروپا، که هم شرایط برای خودشون سخت شده، هم برای اروپایی‌ها شرایط رو سخت کردن. یعنی اینها خیلیشون خودشون قربانی جنگ هایی هستن که غربی ها گلوبالیستا پیاده کردن و زندگی بیچاره رو کردن توی ساک چمدون، که طرف دست زن بچهش رو بگیره بیاد یه جایی که امنیت داشته باشه. حالا چند سال میمونه بعد بچه همین آدم اونجا تبدیل میشه به یک بنیادگرای اسلامی. خود پدر مادر پناهجو بودن، بچه حالا شده بمب ساعتی را میره و طلبکار از همه چیز و همه کس. باعث فساد به نظر من اونهایی نیستن که بیچاره پا شدن اومدن، حالا توشون یه سری آدم ناجوره، خیلی هاشون بعد بخواد دنبال زندگی بهترن. باعث فساد اونهایی هستن که اصلا اون منطقه رو ناامن کردن که مهاجرت ها انجام بشه. فقط هم کشور مسلمان نیستن، و الان اوکراین چند میلیون الان پناهنده در اروپا پخش شدن، چند میلیون. خب اینا هم زندگیشون از دست دادن. چرا الان میگن پوتین حمله کرد؟ آقا پوتین باز چی حمله کرد؟ شما که همسایه روسیه بودید، دولت اوکراین بود که آمد گفت الا و بلا ما میخوام برم جزء نیتو. در اثر چی؟ بازی که دولت بایدن کرد که آقا باید شما بیاین تو نیتو، اگر اوکراین وارد نیتو میشد برخلاف قولی که امریکایی‌ها به روسیه داده بودن که هیچ سراغ اوکراین نره، نشستن زیر پاش، میدونستن پوتین هم نمیپذیره و میدونستن پوتین حمله میکنه و جنگ میشه. دولت بایدن با آگاهی بر این که جنگ خواهد شد فشار گذاشتن روی زلنسکی. زلنسکی هم که خودش یه مهرس کاره نیست، عملا کشیدن پوتین رو به جنگ، میخواستن پوتین رو در به اصطلاح باتلاق اوکراین فرو ببرن، همچنان که شوروی موقعی که شوروی بود در باتلاق افغانستان فرو رفته بود. خب نتیجهش چی شد؟ اوکراین یه کشوری تقریبا نابود شده با چندین میلیون فراری و مهاجر، و با وضعیتی که تازه اگه فردا صلحی هم بشه باید تا 20 سال بوده تا برسه به جایی که 2 سال پیش بوده. خب بنابراین فارغ از اینکه اون مهاجرا مسلمانن یا مثل اوکراینیا مسلمان نیستن، همه اینا نگاه کنید قربانی هم. قربانی طرح و برنامه هاییست که میریزن و اینجوری با زندگی آدم بازی میکنن. حتی الان شما داری میبینی موقع که ترامپ رفت به میشیگان، میشیگان بزرگترین تشکیلات مسلمان ها رو در امریکا داره، این مسلمان مهاجر بسیاری از عرب ها اونجا هستن و قابل ملاحظه یه درصدی از جمعیت میشیگان مسلمان هم، مثل جای دیگه 1% و 1.5% اینا نیست. خب چی شد؟ اینا خیلیشون اومدن تو رالی که
ترامپ گذاشته بود تاییدش کردن، در کنارش واستادن و گفتن ما به سه دلیل به ترامپ رأی میدیم: یک، اقتصاد خرابه; دو، ما میخوام بچه همون که مدرسه میرن طوری نباشه که تنمون بلرزه که چه کار کثیف قرار با اینا بشه یا چه کار کثیف به اینا یاد بدن، و این سیستم آموزشی است که دموکرات ها درست کردن. و سوم که درست هم میگفتن، سوم بود آقا ما دوست داریم جنگ تو منطقه خاورمیانه به پایان برسه. اگر دلتون برای فلسطینی میسوزه یا اگر دلتون برای اسرائیلی میسوزه، خب جنگ جنگ کشته میاره دیگه. بنابراین اون مسلمانی که در میشیگان بودن و به ترامپ گفتن ما رأی میدیم، این شعور و منطق رو داشتن. اگه دلت برای کسی میسوزه، زورت که نمیرسه بری اون طرف دیگر یقش رو بگیری، یعنی اسرائیل رو بگیری. پس لااقل کسی رو بیار که همه حرفش رو میخونن، میتونه سریع آتش بس کنه، قال قضیه رو بکنه، برای که آدم بیشتری هم مسلمان هم یهودی کشته نشه. یعنی نگاه میکنه بردن ترامپ برای هر کسی که دنبال آرامش و آسایش و رفاه و اخلاق و وجدان بود یه چیزی داشت، برای همین شد که همه اینا کنار هم قرار گرفت. ولی من فکر می‌کنم 2025 و در پی اون 2026 انتخاباتی که در اروپا برگزار بشه با پیروزی چشمگیر نیروهای ملی روبرو میشه و وضعیت از این که هست حتما تغییر خواهد کرد و آنچه که ترامپ و تیمش انجام میدن خیلی اثر خواهد گذاشت رو اروپا. حالا میخوایم ببینیم که تاثیر انتخابات ترامپ بر روی ایران و آینده ایران و مردم ایران چه خواهد بود؟ آیا ما در این منطقه افتادن رژیم رو خواهیم دید؟ آیا آرامش رو خواهیم دید؟ و دو مرتبه صلح و ثبات برمیگرده در 4 سال آینده به خاورمیانه یا چگونه خواهد؟ چون مردم ایران درون ایران بسیار خوشحال بودند. ایران سومین کشوری بود که پیگیر وقایع انتخابات به طور لحظه به لحظه بود، بیشتر از درست. مردم آمریکا مردم ایران پیگیر برنده شدن پرزیدنت ترامپ بودند و بسیار خوشحال شدند و جشن و پایکوبی های زیاد و پیام شادباش های زیادی هم ما از درون ایران شنیدیم. حالا درسته. تاثیرش چه خواهد؟ نخست اینکه هیچ حکومتی در جهان سقوط نمیکنه مگر اینکه عوامل درونی در کشور و قدرت یا قدرت های در بیرون با هم همسو بشن. خب در ایران عوامل درونی مهیاس فراهمه. ملت ایران اکثریت بالاشون حکومت رو نمیخوان، کوشیدن که حکومت رو هم سرنگون کنن، پشتیبان خارجی نداشتن، موفق نشدن. حالا یه پشتیبان خارجی در بیرون هست، پتانسیلش هست، میتونه این پتانسیل از بالقوه تبدیل به بالفعل بشه. نخست برخی همیانانی که بدبینن، مخصوصا کسایی که به هریس رأی میدادن، توجیهشون این بود که نه، ترامپ هم بیاد برای ایران کاری نمیکنه. خب پاسخ من به این همیانان این بود که ما دو تا سناریو اینجاست دیگه، یکی کاندیدای حزب دموکرات، یکی ترامپه. شما کاندیدای حزب دموکرات رو قطعا میدونید که برنده بشه با جمهوری اسلامی راه میاد، بهشون پول میده، اجازه میده نفتشون رو صادر کنن. 4 سال بایدن این کارو کرد دیگه، مگه نکرد؟ داریم میبینیم دیگه. خب هریس هم راه رو ادامه میداد دیگه. کی جمهوری اسلامی در زمان قدرت دموکرات ها در جهان ضعیف شده؟ زمان اوباما که اصلا رفت یمن رو عملا گرفت، لبنان عملا گرفت، تو عراق انگار حیات خلوتشه، تو سوریه آدماشو برد. زمان اوباما بود دیگه، نه؟ زمان کارتر مگه نبود سنگ به قدرت رسیدن؟ زمان کلینتون هر جوری میخواستن جولان میدادن، کم ترور کردن تو اروپا، آب از آب تکون نخورد، زمان کلینتون بود دیگه. خب زمان ترامپ تنها دوره‌ای بود که اینا زیر فشار رفتن و صدای شکسته شدن استخوناشون داشت به گوش میرسید. بنابراین اگه دو تا سناریو، سناریوی دموکرات ها قطعا با جمهوری اسلامی راه میان، پول میدن، اجازه میدن نفتی رو صادر کنه، بهش امکانات میدن و پشتیبانیشون از ملت ایران صفره و پشتیبانیشون از جمهوری اسلامی موثره. سناریو دوم چیه؟ ترامپه. معلومه با ترامپ هیچ گارانتی نیست و ترامپ هیچ تعهدی نداره که ملت ایران را از شر جمهوری اسلامی آزاد کنه، معلومه. ولی شانسی هست با ترامپ به عنوان پشتیبان این اتفاق بیفته. شما دو تا سناریو، یکی شانسش صفره به نام خانم هریس، یکی شانسش 50% این ترامپ. عاقلانه کدومه؟ کارنامه هر دو رو هم دیدید، هم دموکرات ها رو تو سالا دیدید، هم ترامپ رو تو 4 سال خودش دیدید. بنابراین نخست این که اون چیزی که باید پیش می اومد پیش اومد، یعنی برنده شدن ترامپ.
تصور من این است که ترامپ نخست با پوتین همراهی میکنه، به توافق میرسه و جنگ اوکراین تموم میشه، به این صورت که احتمالا دو تا استان شرقی اوکراین رو میدن به روسا که روسی نشین هم هست، روس نشین بیشتر جمعیتش روس هم. تملک روسیه رو بر کریمه، شبه جزیره کریمه هم میپذیرن و صلح برقرار میشه. از اون سو فکر میکنم که در قبالش پوتین بپذیره که پشت جمهوری اسلامی خالی کنه، و پشت جمهوری اسلامی خالی کردن خیلی مهمه، برای اینکه روس ها بسیار بسیار در ایران نفوذ دارند، در تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی، در دستگاه حراستیش، تا خود بیت رهبر آدم دارند، و این خیلی خیلی میتونه کمک بکنه بعدا به ضربه زدن به جمهوری اسلامی. توافق پوتین و ترامپ بر سر اوکراین حتما در کنارش پنهانی یه توافقی سر ایران هم خواهد داشت، و اون هنگام اگر خیزش های خیابانی در ایران آغاز بشه که به نظر من اجتناب ناپذیره، یه پشتیبان بزرگی مثل ترامپ هم خواهد بود که میتونه خیلی خیلی مؤثر باشه در به ثمر رسوندن حرکت های مردمی و نجات کشور از این وضعیت اسفبار امروزی. چین حالا نقشش در این وسط چه خواهد بود با انتخابات ترامپ؟ چین آیا دستش رو از پشت جمهوری اسلامی برمیداره و منافع کدوم بخش براش مهمتره؟ پشتیبانی کردن از امریکا برای چین سودمندتره یا پشتیبانی کردن از جمهوری اسلامی؟ چینی ها کلن کاسبن، ما بازرگانی هستن، تاجرن و روی ایدولوژی الان کار نمی کنن. سیاستشون هم عموماً یک پارامتریست، یک فانکشنیست، یک تابعیست از متغیری به نام اقتصاد. بازار امریکا برای چینی ها یه بازاریست که اصلا اقتصاد چین رو عوض کرده. اگه بازار امریکا نبود، چین هنوز توی عهد ماو داشت سیر می کرد. بازار ایران بازار خوبیه، ولی قابل مقایسه با بازار چین در امریکا نیست، تفاوت از زمین تا آسمانه. در نتیجه تهدیدات ترامپ برای اینکه تعرفه میذاره رو کارهای چینی، و وقتی شما تعرفه میذاری صادرات چین به امریکا کم میشه و خیلی میتونه موثر باشه، یکی از اهرمهای فشار ترامپ بر روی چینه. مطمئن باشه چین اگه قرار باشه بین بازار امریکا و بازار ایران یکیش از دست بده، ترجیح میده بازار ایران از دست بده. فکر میکنم یک امتیازاتی به چینیا خواهند داد اگر بخوان اون کارو بکنن، و چینیا خیلی خوشحال پشت جمهوری اسلامی خالی میکنن. چین در ضمن با اینکه حضور داره در جمهوری اسلامی و قرارداد بسته و خیلی از جمهوری اسلامی نفت میخره و آتشخال تحویل ایران میده، ولی اون نفوذ اطلاعاتی امنیتی و مطلقا در جمهوری اسلامی نداره، نفوذی که روسا دارن و اسرائیلیا دارن. برای همین فقط گیر اقتصادی با جمهوری اسلامی داره و فکر میکنم اونم حتی قابل حله. بسیار خب، پس به نظر این گونه میرسه که رویدادهای خوبی در پیش رو هست، چه برای آمریکا، چه در اروپا و در مجموع که از همش برای ما مهمتره در ایران، و این بهترین شاید فرصت طلایی مردم ایران باشه برای اینکه الان که اسرائیل امنیتش گره خورده به سرنگونی جمهوری اسلامی و پرزیدنت ترامپ هم قویاً پشت امنیت برقرار کردن در خاورمیانه ایستاده، و در سری پیش هم دیدیم که اون قرارداد ابراهیم رو در واقع بستن و یک صلحی بین اعراب با اسرائیل برقرار شد، عربستان، امارات، بحرین، و در واقع میشه گفت که همین دو سه روز گذشته هم دیدیم که قطر از سران حماس خواسته که کشور رو ترک کنن. بنابراین به نظر میرسه که رویداد پیش رو امنیت و صلح در خاورمیانه خواهد بود، و از این روی هم ایران باید از این فرصت استفاده کنه ببخشید مردم ایران در واقع، و کار رو با این رژیمی که دیگه پشتش خالی خواهد بود از این پس یکسره بکنه و بتونیم باز ما ایران رو بسازیم و سربلندی و پیشرفت رو در ایران شاهد باشیم. اگر بله سخن پایانی هست بفرمایید. دقیقا همینطوره، فقط باید فرصت ها رو غنیمت شمرد، نمیتونیم فرصت سوزی بکنیم. همچنان که شاهزاده رضا پهلوی گفتن،
الان زمانی است که باید یارگیری کرد، باید تو مجموعه سازمان ها و احزابی که فکر میکنیم باشون هماندیش هستیم، همراه هستیم، عضو بشیم. عضویت در سازمان سیاسی، حزب سیاسی چیز بدی نیست. برخی از همینا من دیدم یه جوری به قضیه نگاه میکنن انگار که ازشون کار غیر قانونی و غیر اخلاقی خواستید. زشته. آدم توی جهان به اصطلاح آزاد و صنعتی و مدرن زندگی میکنه و بعد مسئله تحزب به چشمش مثلا بدنامی بیاد. یاد بگیرید حزب بودن، کار گروهی انجام دادن، یاد گرفتن به انجام کار گروهی نه تنها زشت نیست، بلکه یک افتخاره. اگر میخواهید مدرن باشید، مدرن بودن به فقط کراوات زدن و لباس شیک پوشیدن و عطر و اتوبان زدن نیست. مدرن بودن به رفتار اجتماعی مدرن هم هست. یاد بگیرید با اون چیزی که خودتون نزدیک میدونید، اون سازمان، اون حزب، اون تشکیلات همراهی کنید، تقویت کنید، بذارید عده زیاد بشه، بذارید سازمان سیاسی قدرت بگیرن و زمان لازم بشود که این نیروها کار موثری انجام بدن. اگر این نیروها تقویت نشن، حتی با بودن 4 ساله ترامپ در کاخ سفید هم اتفاق بزرگی نخواهد افتاد. سپاسگزارم، دقیقا همین گونه است. اگر میخواین در آینده کشور بتونین فعالیت کنید و بتونید اهداف و اون ایده هایی که تو سرتون هست برای ایران پیاده بشه، بایست این کار را از طریق یک حزب سیاسی انجام داد. و اگر که فکر میکنید که تنها راه نجات ایران ایران گرایی است و اگر فکر میکنید که بایستی آنچه که برای آینده ایران در نظر گرفته میشه 100% ایرانی و بومی و ریشه در فرهنگ و تاریخ ایران داشته باشه، میتونید با حزب رستاخیز ایرانگرایان هم همراهی کنید. ما همیشه اطلاعات ارتباط گرفتن شما با ما رو در پایین برنامه ها میگذاریم. میتونید به ما ایمیل بزنید، از وبسایتمون دیدن کنید، در شبکه‌های اجتماعی حزب رستاخیز ایرانگرایان بپیوندید و بیایم کاری بکنیم که آنچه که در ذهنمون از ایران درخشان و زندگی روشن فردای ایران رو با هم بسازیم. سپاسگزارم از شما جناب نجات و سپاس از همه بینندگان شنوندگانی که با ما این برنامه رو همراهی کردن. پاینده ایران، بدرود. تا برنامه دیگر. نعم شو.